سلام، خوشحالم که باتون دوباره صحبت میکنم. راز پنهان ادامه دارد. امروز بخش 111. من به شما قول دادم یک راز بسیار شگفت‌انگیز رو برای شما از کتاب مقدس آشکار کنم. زمانی است که قحطی، مرض‌های آسمانی، شکنجه و آزار به ویژه ایمانداران به خاطر نام مسیح، حتی خیلی این ایمانداران را هم از مسیح دور میکنند. خیلی ها امروز ادعا میکنند که مسیحی هستند، اما در زیر فرقه های ریز و درشت خود غافل از جلال و شکوه پادشاه مسیح گشتند. با این حال اینو بهتون بگم، خداوند بدون عاشق نیست. خیلی خدا رو دوست دارن، خیلی عاشق مسیح هستن. مسیح هنوز دوست دار دارد. خداوند هرگز بدون کارگر نیست، کارگرانی که از ته قلب افتخار برشون برای مسیح خدمت کنن. عاشقان او رو میشناسند و او رو خیلی دوست دارند. با وجود درد، رنج، هنوز خیلی هستند که بشارت میدهند. من درباره پایان عصر صحبت میکنم. این پایان عصر است و ملت ها بشارت پادشاهی مسیح را به وسیله آنها میشنوند. اینها عاشقان مسیح هستند که بشارت میدهند درباره پادشاهی مسیح. متا 24:14 رو براتون میخونم. و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای تمام همه قوم‌ها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید، پایان عصر خواهد رسید. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole earth for a testimony to all the nations,
and then the end will come. پایان عصر، پادشاهی شاه شاهان باید در تمام زمین بشارت داده بشه. آخر عصر می آید، پایان می آید. توجه کن دوست من که چی بهت میگم. نه تنها نجات از گناه و مرگ لازم است، بخشیدن گناه، آمرزش گناه ما را به خدا نزدیک کرده و ما را با او آشتی داده است. اما گوش کن چی میگم، بلکه ملت ها با چشمان خود میبینند که مسیح شاه شاهان، شاه جهان است. فیض خداوند تأکید میکند روی آمرزش گناه و حالا در پادشاهی مسیح در روی زمین شکوه و جلال خود را نشان میدهد. پادشاهی مملو از فیض خدا و شکوه عیسی است. بنابراین من میتونم مثل کتاب مقدس بگم: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خدایا اجازه بده که هرگز گول نخوریم و مسیر رو در قلب‌های خودمون پادشاه زندگی خودمون کنیم تا روزی برسد او در این جهان پادشاه و شکوه ما هم بشود. آمین. در نام مسیح عیسی و در روح پاک خداوند، ای پدر عزیز، از تو درخواست میکنم. خداوند متشکرم بر رحمی که کردی. آمین.